سلام شاگردان عزیز، خدا کنه که همه جور صحتمند باشیم و درس گذشته تا دریافت گرفته باشیم. شاگردان نازنین، با تعقیب درس گذشته ما شما، درس امروز ما مقام معلم است که صفحه 43 است و شما هم کتابتون را با خود داشته باشین. من یک بار متن کتاب را میخوانم، شعر از تیری دقت بکنید، چون خواندن شعر کمی مشکل تر است. اگر دقت نکنه شاگردان نازنین، یاد گرفتن شعر با شما مشکل میشه و شما نمیتونید که بعدا اگر کدام جای با شعر مواجه شوید و یا اینکه در متن کتابتون بیاید موضوع را خواندن نمیتونید. پس حال دقت بکنید تا اینکه خواندن شعر را یاد بگیرید. من میخوانم، شما توجه داشته باشید. مقام معلم. کیست میدادی معلم آن که نازد سروری؟ با همایون نام وی در زیر چرخ چنبری. تا ابد آواره میگردی در صحرای جهر، خود را ره بین گر نکردی عقل ما را رهبری. علم رخشان گوهری باشد بر اقلیل حیات، ارزش گوهر کی داند گر نباشد گوهری. گوهر اندیشه را از تیرگی بخشد نجات، گوهری داند کمال صنعت روشنگری. پایه وی از پدر والاتر آمد زان که هست ارتباط معنوی برتر ز ربط پیکری. ملک دانش ملک وی اما نه با تیغ و سپاه، عرش حکمت زان وی لیکن نه با انگشتری. از فروغش آسمان فضل تابان تا ابد، همچو تابان چرخ گردنده ز ماه و مشتری. خورم آن آموزگار که از فصول این کتاب، می کند ما را به تحقیق مطالب رهبری. هست تعظیم معلم آیت عز و شرف، زانت باشد پایه وی از پی پیغمبری. روز تجلیل معلم جشن ارباب دل است، ای خوشا این جشن دلکش، ای خوشا این دلبری. خب شاگردای نازنین، قبل از اینکه بپردازم به توضیح متن کتابتان، یک بار لغاتایی که روی تخته یادداشت کردیم و شما میخونم، شما هم قلم کتابچه با خود داشته باشید، لغات را یادداشت بکنید تا اینکه متن کتاب را که توضیح میتونم در لغاتی که برمیخورید و مشکل مواجه نشید. خب سروری، آقایی یا آقا، سرور خودش به معنای آقا، اینجا یا اضافه شده است، پس ما آقایی باید که معنایش هم بکنیم. همایون مبارک، چرخ آسمان، چنبری گر، حیات زندگی، گوهر دانه قیمتی، اکلی حلقه گل، معنوی روحی، پیکر جسم، عرش عالمی که بالاترین عالم مخلوقات است، تعظیم، احترام، ارباب، صاحبان، خضر نام یکی از پیغمبراست که انسان‌هایی که راه گم می‌کرده باشند اونها را راهنمایی می‌کنند. ولی در این درستان سبزی که خودرو است و به اثر گذشت زمان از بین می‌رفت، یعنی سبزی که درام می‌روید خودرو. خب می‌آییم به متن کتاب. مقام معلم. شاگردان نازنین، قسمی که شما میدونید، ارقدر در رابطه به مقام معلم صحبت بکنیم باز هم کم است. یعنی معلم کسی است که زندگی بعد انسان دگرگون می‌سازد. اگر معلم نمی بود، همه کس در جهل و نادانی باقی می‌ماندند و نمی‌توانستند که پیشرفت و ترقی بکنند. امروز که ما شما شاهد پیشرفت و ترقی جهان هستیم، همه اینها از برکت زحمات معلم است که جهان به این اندازه پیشرفت کرده است. اگر معلم نمی بود، همه کس در اون جهل نادانی خود باقی می ماندن. شاید شما در رابطه با دورانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز به بعثت نرسیده بودن، در کتاب های مختلف خوانده باشه که حتی مردم چون جاهل بودن، برشان تعلیم داده نشده بود، دخترها خود چی میکردن؟ زنده و گور میکردن. اما امی معلم بود که برای از اونا رهنمایی کرد و بالاخره اینا از امون ظلم و ستمی که روا می داشتن در عق فرزندان خود، در عق اطفال خود، از اون دست بردار شدن و دیگر زندگی خود را مطابق گذشته ادامه ندادن، بلکه یک روال تازه ای را به زندگی خود
بخشیدن. و اولین معلم کی بود در دنیا؟ اولین معلم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که راهنمایی کرد به مردم و اونمو راهنمایی های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که امروز میبینیم که جهان اسلام چقدر پیشرفت و ترقی کرده است و ما و شما میبینیم که مسلمان ها چقدر میدونن که عدالت را بین یکدیگر خود تامین بکنند و همچنان شما ببینید که حقوق یک انسان را انسان دیگه میدانند، اما در گذشته چنین نبود. زن را حق و حقوقش را پامال میکردند، دخترکا را زنده و گور میکردند و دختر بودن را در خانواده خود شرم میدانستند. یعنی اگر دختر فامیلشان تولد میشد از او شرم میکردند، ننگ میکردند و میگفتند نباید که در فامیل ما دختر به دنیا بیاره و دختر مایی ننگ میدانستند. اما از برکت معلم بود که اونا راهنمایی شدند و راه درست را انتخاب کردند و از او حالت خود را نجات دادند. خب شاگردان نازنین، کم میگیم، دیگر اضافه گویی نمی کنیم. میایم با متن کتاب تایی که ببینیم که در متن کتاب استاد خلیل الله خلیلی چی نوشته کرده است و چی توصیفی را نسبت به معلم روا داشته است و بیان کرده است. کیست میدانی معلم آن که ناز از سروری؟ میگه آیا میدانی که معلم کی است؟ معلم او شخصیتی است که آقایان را تربیت میکنه، پرورش میده و او را بر جامعه یک انسان مفید تبدیل میکنه. با همایون نام وی در زیر چرخ چنبری و نام معلم در زیر این آسمان گرد مبارک است و هر کس او را احترام میکنه. تا ابد آواره میگردید در صحرای جهل. اگر معلم نمی بود انسان ها تا بروز آخرت خیلی آواره می بودند. یعنی جاهلیتشان یا امو جاهل بودنشان ادامه پیدا می کرد و اینا نمی دانستن که راه درست زندگی را پیدا کنند. خود را رهبریم گر نکردی عقل ما را رهبری. میگه مانند سبزی انسان می بود که اگر معلم انسان را راهنمایی نمیکرد و بالاش کار نمیکرد و این راه های درست و راه های مستقیمی که هم رضای خدا و هم رضای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه است، اگر راهنمایی نمیکرد معلم، پس انسان مانند اونمو سبزی رای بود که در فصل بهار میروید، یک چند مدت روی زمین باقی میماند و بدون از این که از او کس فایده بگیرد پس دوباره نابود میشه و از بین میره. یعنی انسان اگر تعلیم نمیدید، اگر علم کسب نمیکرد و اگر معلم برش درس نمیداد، مانند اونمو سبزه بود. علم رخشان گوهری باشد بر اکلیل حیات. علم در حقیقت یک دستگل در زندگی انسان، دستگلی که انسان را به معنویتش میارزاید. ارزش گوهر کی داند گر نباشد گوهری؟ آیا ارزش یک دانه قیمتی را چی کسی میتواند بفهمد؟ تا زمانی که گوهرشناس نباشد. یعنی هر کسی نمیتونه که دانه های قیمتی را شناسایی بکنه و از او استفاده ببره یا سود ببره. اما کسایی که اونا در رابطه با گوهرشناسی کار کردیم و اونا میشناسن دانه های قیمتی را، پس اونا بهتر از ما کرده با اونا با اون گوهر یا دانه قیمتی ارزش بیشتر قائل هستن. گوهر اندیشه را از تیرگی بخش نجات. همین معلم بود که مغز ما و شما را از جهل و نادانی چی کرد؟ نجات داد. گوهر داند کمال صنعت روشنگری و همچنان معلم است که میداند که چگونه مغز انسان روشن بسازد. یا ای که با تعبیر دیگه یا با معنای دیگه این رقم بگیم که امو صنعتگرا هستن که میفهمن که چگونه یک چیزی را آرایش بدن تا ای که مورد پسند دیگر را قرار بگیرد. پایه وی از پدر بالاتر آمد زان که هست. مقام معلم از مقام پدر کرده بالاتر است. چرا؟ ارتباط معنوی بر طرز ربط پیکری. ارتباط معنوی یعنی معنویت ما را کسی که بلند میبرد خیلی بالاتر است از اینکه جسم ما را کسی پرورش میده. یعنی معلم شخصی است که ما را روح ما را پرورش میده، ولی پدر و مادر کسایی هستند که ما را جسم ما را پرورش میده، غذا و نان لباس و امثال اینها را پدر بر ما مهیا میسازد، ولی علمیت را بر ما کی میده؟ معلم میده.
ملک دانش ملک وای اما نه با تیغ و سپاه، عرش حکمت زان وای لیکن نه با انگشتری. سرزمینی که در اونجا علم و دانش هست، یعنی انسان‌های دانشمند وجود دارند، این در حقیقت سرزمین معلم است. سرزمینی است که او را معلم به وسیله قلم خود تصدیق کرده، نه به وسیله شمشیر و چیزهای دیگه که دیگران میگن. مثلا یک جایی که زورمندا و یا کسایی که صاحب اقتدار هستن و قدرت هستن تسخیر میکنن، اونو به وسیله شمشیر اسلحه میرن اونجا رو تسخیر میکنن. ولی معلم کاری که میکنن، میره با قلم خود یک سرزمینی رو تسخیر میکنن و مورد احترام همون مردم قرار میگیرن. از فروغش آسمان فضل تا بون تا ابد. از روشنی معلم است که یک جامعه روشن میشه. مثلا آسمان را ببینید، از طرف شب وقتی نگاه میکنید ستاره ها در حال درخشش میباشند. اینمی رقم در یک جامعه وقتی که انسان های دانشمند تربیه میشه و انسان های دانشمند زندگی میکنند، اینا را تشبیه کرده به چی؟ به ستاره های آسمان. همچو تابان چرخ گردنده از ماه مشتری، مانند اونمو ستاره هایی که بین در آسمان تابنده هستند، روشن هستند، اینمی انسان های دانشمند در دنیا مانند اونمو ستاره هایی هستند که زمین را روشن کرده. خورم آن آموزگار که از فصول این کتاب میگه شاد باشه، سبز باشه، اون معلمی که از فصل های این کتاب یا از ورق ورق این کتاب میکند ما را به تحقیق مطالب رهبری، که او ما را رهنمایی میکنه و چی؟ به مطالبی که در این کتاب درد شده یا در کتاب های دیگه درد شده و ما را آگاه میسازه از اون. هست تعظیم معلم آیت از شرف. میگه تعظیم کردن معلم یکی از نشانه هایی است که انسان باید او را در زندگی خود عملی بکنه، یعنی احترام معلم خود را مدام داشته باشد. نه که امروز اگر درس میده برش احترامش بکنه، ولی فردا که بالایش درس نداشت باز اگر از سر رایشون میگذره باز حتی یک سلام برش نداره. نه خیر، معلم کسی است که باید همیشه و همه وقت احترام شود و مقام معلم والاتر از آنچه است که ما شما تصورش میکنیم. زن که باشد پایه وی از پای پیغمبری، به خاطری که مقام معلم یا جایگاه معلم در حقیقت جایگاه پیغمبر است. وقتی که پیغمبر الهی در روی زمین آمدند و دعوت کردند و مردم را رهنمایی کردند، بعد از اونا میراثدار اونا چه کسی قرار گرفت؟ اینمی معلمین بودند. روز تزلیل معلم جشن ارباب دل است، ای خوشا این جشن دلکش، ای خوشا این دلبری. خب یک روزی رو به خاطر تزلیل کردن از روز معلم قرار دادیم، پس این روز باید که ما با شان شوکتش با بسیار احترام به مقام معلم اجرا بکنیم یا این که تزلیلش بکنیم. چرا؟ چون احترام کردن با معلم گرچه یک روز مخصوصی ندارد، اما به خاطر اینکه معلم خود را خوش نگه داشته باشیم، به خاطر اینکه امو عزت احترام معلم را در مقابلش برملا ساخته باشیم، ما یک روز را تجلیل میکنیم به خاطر معلم خود و از معلم خود سپاسگزاری میکنیم تا اینکه او به ما درس داده است و ما را راهنمایی کرده در راه درست و ما را از منحرفات و یا اینکه از کجروی ها نجات داده است. شاگردان نازنین، این بود درستان. اگر شما کدام مشکلی می داشته باشید، میتونید که از طریق گروپ واتساپی که به شما ساخته شده است با ما در میان بگذارید. انشاءالله که با مشکلاتتان رسیدگی می شود. خب خدا حافظ، نگهدارتان.